نور الله. چی شده مؤذن سرود مستی میخونه، نغمه محمد و تموم هستی میخونه، کار هرچی عرشیه زمزمه و سنا شده، به مسلمونا بگی حاجتشون روا شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، سلام و درود به همه بینندگان عزیز، مخصوصا دوستداران آن حضرت. با ویژه برنامه سفیر سعادت در سال روز بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما عزیزان هستیم. رسول رحمت و خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب شود. در این برنامه قصد داریم دلایل بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور دعوت کردیم از محقق و پژوهشگر عزیز جناب آقای رحیمیان قدم رنجه فرمودند تا از بیانات شیرینشون استفاده کنیم. آقای رحیمیان سلام، خسته نباشید. بسیار ممنون که به استودیو ما تشریف آوردین، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان خداوند متعال بر محمد و آل محمد و سلام خاص ویژه دارم به آخرین جانشین سفیر سعادت حضرت بقیت الله الاعظم امام مهدی امام مهربانی ها عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام و ارادت به همه بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. آقای رحیمیان، من قبل از اینکه برنامه شروع بشه با خود شما صحبت میکردم، فرمودید که امروز قصد دارید بینندگان رو با یک بعد متفاوتی از بعثت و رسالت پیامبر آشنا کنید. اگر محبت کنید در ابتدای برنامه یک تعریف کلی از خود کلمه بعثت و مفهوم اون برای بیننده های عزیزمون داشته باشید. خواهش میکنم. بعثت رو اگر ما در یک جمله بخوایم تعریف کنیم، با توجه به بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که آخرین سفیر الهی و پایان بخش همه انبیای الهی هستند، میتونیم بگیم که باران رحمت و رأفت و عطوفت خداوند متعال است بر قلبهای تفتیده و تشنه و کبیری همه انسان ها. این تعریفی است که میشه از خود بعثت در آورد که یعنی همه معنویت ها رو خداوند متعال در یک برهه از زمان برای انسان هایی که تشنه معنویت و معرفت و تشنه سعادت و کمال هستن براشون به وسیله بعثت پیامبر در اختیارشون قرار بده. جناب رحیمیان، قرآن به عنوان معجزه پیامبر اسلام و در واقع کلام خدا چه دیدگاهی نسبت به بعثت و رسالت پیامبر داره؟ سوال بسیار به جاییست. عرض کنم قرآن در واقع همانطوری که معجزه خالده رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، تعریف‌های کلی رو ما از قرآن درباره بعثت داریم. یعنی میتوان گفت که همه انسان‌هایی که آزاداندیشن و حقیقت جو هستن و کمال طلبن و در پی سعادت هستن که در واقع همه انسان‌ها را هم خداوند متعال بر این فطرت آفریده، اینها
با توجه به اون آیاتی که در قرآن کریم هست و میتونه بهترین راه و میانبرترین راه رو در اختیار ما قرار بده، با آیه‌ای که بنده انتخاب کردم که در بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست، با یک ترجمه روان و ساده میتونیم در حضور بینندگان عزیز باشیم که بتونیم اون مفهوم کلی بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از نگاه قرآن کریم، این کلام الهی که به دو لب دوربار رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شده، بیشتر خودمون در این معرض قرار بدیم. بنده ابتداعا اینو برای حضرت عالی و همه بینندگان عزیز میخوام اینجا عرض کنم که واقعیت اینه که اگر جایگاه بعثت امروز روشن بشه و اگر اون روزی که خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به عنوان آخرین پیام‌آور الهی مبعوث فرمودن اگر روشن میشد، یقیناً دنیا امروزه جلوه دیگری داشت. ولی اون جایگاه اصلیش که چه جایگاهی در پیشگاه خداوند متعال داره و چه نیازی انسانها به این بعثت دارن. قرآن کریم در یک تعبیر بلندی میفرماید: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. این آیه کریمه به راحتی اهدافی که در دل این بعثت خداوند متعال قرار داده بیان می‌فرماید. اول اینکه منت در جایی است که یک نعمت بسیار بزرگی رو در اختیار کسانی قرار بدن. خداوند متعال اینجا به خدا باوران نعمت بزرگ چه کسی میده؟ با تأکید می‌فرماید خداوند متعال. برای چه کسانی؟ برای مؤمنان. این نعمت بزرگ چیه؟ می‌فرماید اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. دوره کاملا فترت بوده، یعنی بعد از عیسی نبی علیه السلام تا زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله یه دوره‌ای بود که نبود پیامبر الهی و یک پیام‌آور از جانب خداوند متعال جاش کاملا خالی بوده که امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد. خود قرآن هم می‌فرماید اینها در یک گمراهی آشکار بودن. درست. یعنی همه انسان‌هایی که در اون دوره زندگی می‌کردن یک گمراهی در کجروی ها از هر جهت، چون روشنه که اگر انسان در امور دینیش گمراهی باشه، طبعا در امور دنیایش هم گمراه خواهد شد، چون اینها یه ارتباط کاملا تام و با هم یک ارتباط خاصی دارن. لذا قرآن کریم فرماید برای اونها یه فرستاده ای رو، پیام‌آوری رو خداوند متعال برانگیخ. این که عرض کردم یعنی مبعوثیت و بعثت در جایی است که همه اون انسان‌هایی که در اون جامعه زندگی می‌کردن با تمام وجودشون حس می‌کردن که نیاز مبرم به یک حجت الهی دارن، به یک پیام‌آور الهی دارن، تشنه معنویت بودن، تشنه کمال بودن، اما در گمراهی تام زندگی می‌کردن به خاطر نبود پیام‌آور الهی. از من انفسهم، اما از خودشون بود که اشاره هست به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمام پیامبران الهی از جنس خود نوع بشر هستند که بحث طولانی در قرآن کریم داره. سه تا هدف قرآن کریم می‌فرماید اینجا: یتلو علیهم آیاته. نخستین هدفی که از ارسال رسول و از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله خداوند متعال بر این انسان رقم میزنه این که آیات الهی رو بر اونها تلاوت کنه. وقتی که آیات الهی تلاوت شد نتیجه میده و یزکیهم، یعنی همین تلاوت آیات الهی و فراگیری اینها با تمام وجود انسان رو به جایگاهی میرسن که تزکیه، در یک جایگاه تزکیه
و پاک شدن نفس از همه آلودگی ها و حرکت به سوی کمال هستی. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سومین هدف میفرماید قرآن کریم تعلیم کتاب، این کتاب آسمانی قرآن و حکمت و مطالبی که باز هم حکمت آمیز هست و انسان را در مسیر کمالش راهنمایی میکنه. بعد در ادامه فرمود و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. این ساختار، یعنی این انسانهایی که الان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث شدن و با دست رأفت و رحمت الهیشون دست اینا رو گرفتن و از همه کاستی های زندگی دینی و دنیایشون اینها رو میخوان رها کنن، اینها در واقع قبل از این در یک گمراهی آشکار بودن. این یه آیه است. برای رحمی معذرت میخوام، خواهش میکنم. کلمه بعثت و مفهومش فکر میکنم خیلی ساده نباشه و از درک افراد معمول خارج باشه. بله. در زمان پیامبر و در زمان جاهلیت مردم، بله، چه کسانی بعثت رو درک کرده بودن تا بتونن به مردم دیگر رو هم انتقال بدن؟ اولین شخصیتی که در واقع میشه گفت و آخرین شخصیت، یعنی بله، جز این شخصیت شخصیت دیگری همزمان در بعثت نبوده که شخص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. اینجا بجاست که برای عزیزان بیننده هم اشاره بشه که در روز بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در منابع روایی ما و در کتاب‌هایی که اعمال این روز رو مطرح کردن اومده که یکی از مستحبات روز بعثت زیارت امیر عالم هستی امیرالمومنین علی علیه السلام است. این بجاست. مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان به این اشاره میکنن و بعد میفرماین اگر کسی بپرسه امروز روز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، چرا برای ما سفارش شده زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام؟ پاسخ که میدن بسیار جالب هست. میفرماین به خاطر شدت ارتباطی که بین این دو وجود هست و اتحادی که بین این دو نور پاک است. که قرآن کریم میفرماید و انفسنا و انفسکم. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو نفس امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار میده که در این زمین هم مطالب زیاد هست. اگر اجازه بدید که خواهش میکنم. دوستان در پخش برنامه تهیه دیدن که اگر موافق باشید با هم دیگه ببینیم. بله. و دوباره برمیگردیم. در خدمت هستم. خداوند پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری فرستاد، در حالی که میان عرب کسی نبود که کتابی خوانده و یا دعوی پیامبری کرده باشد. پس پیامبر آنان را رهبری نمود و به جایی که باید نشانید و به عرصه رستگاریشان رساند. به خدا سوگند که من از افراد سپاه او بودم که به دشمن هجوم بردیم تا فرار کردند. من نه ناتوانی نبودم و نه بیم به دل راه دادم. اکنون در این راه هم که می روم همانند راهی است که با فرستاده خدا رفته بودم. امروز هم باطل را بر می دارم تا چهره حق از کنار آن آشکار شود. با ادامه بحث بعثت پیامبر صلی الله در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای رحیمیان، فکر می کنم در بخش قبلی بحثمون یک مقداری ناقص موند. در رابطه با بعثت، مفهوم بعثت و چه کسانی در زمان پیامبر وجود داشتن که میتونستن بعثت رو به معنای واقعی بفهمن و به مردم انتقال بدن صحبت میکردید، در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم. عرض کردیم که تنها شخصیتی که در بعثت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقش اولی رو ایفا فرمودن، بله، امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن. بله. خود حضرت هم در کتاب ارزشمند نهج البلاغه که مورد پذیرش همه مسلمانانه، این کتاب ارزشمند و به عنوان اخو القرآن، برادر قرآن از این کتاب یاد شده، سخنان والایی از امیرالمومنین علی علیه السلام در این کتاب جمع شده که بندم از همه بینندگان عزیز تقاضا دارم که اگر فرصتی برایشون به دست اومده، فرصتی پیدا کردن، قطعا با این کتاب مأنوس بشن که در واقع با امیرالمومنین علی علیه السلام مأنوس بشن. حتما بینندگان ما هم به خاطر عشق و علاقه‌ای که بله، به حضرت علی علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم دارن حتما محبت میکنن
تهیه میکنن و بله. کتاب رو حتما مطالعه میکنن. چه که جالب هست که خیلی از مسیحی ها و کسانی که در ملیت های دیگر هستن با این کتاب ارزشمند اینها اونس دارن. در واقع حتی بنده شنیدم برخی از اونها بارها و بارها این کتاب رو مطالعه کردن. اما مسلمان هستیم که دیگه بله هیچ بله. از این روز که در این کتاب حضرتش اشاره میکنن به اون جایگاهی که در بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن، ما عرض کردیم که نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر مؤمنان علی علیه السلام است. کسی که بعثت رو درک کنه در واقع امیر مؤمنین السلام رو درک میکنه و با درک به تمام معنای بعثت انسان میتونه در کنار و پرتو انوار الهی قرار بگیره و طرف سعادت حرکت کنه. بله. عرض کردیم که جایگاه بعثت واقعا هنوز هم ناشناخته است. فقط به وسیله آخرین جانشین صاحب بعثت یعنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جایگاه بعثت روشن خواهد شد. اما باز هم از اونجایی که لازم هست آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این که روایتی رو محمد ابن مشهدی نقل میکنه در المزار خودش، میگه یکی از اعراب خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله این شرفیاب میشد، روزی خدمت حضرت شرفیاب شد و عرض کرد که ای رسول خدا، خانه من در یه منطقه دوردستیه، کمتر خدمت شما میرسم، اما وقتی که وارد مدینه میشم میبینم شما در سفر هستید، با پسر عمتون امیر مؤمنان علی علیه السلام ملاقات میکنم و با اون حضرت انس میگیرم و اون حضرت با من انس میگیره و به من پند و اندرز و موعظه های بیان میفرمایند. با این حال حال من چگونه هست؟ اما وقتی که از مدینه خارج میشم و شما رو ندیدم در یک اندوهی از حسرت این که شما رو ملاقات نکردم از مدینه خارج میشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن من زار علیان فقط زارنی. ای عرب، هر کس علی علیه السلام زیارت کنه در واقع منو زیارت کرده. و من احبه فقط احبنی، کسی که علی علیه السلام رو دوست داشته باشه در واقع من رسول خدا رو دوست داشته. و من آداه فقط آدانی، هر کی با او به دشمنی برخیزد در واقع با من به دشمنی برخواسته. بعد در ادامه فرمودن اینی که گفتم به قوم خودت به فامیل خودت هم برسون که هر کس به زیارت علی علیه السلام بیاد در واقع به زیارت من اومده و در روز قیامت من و فرشته وحی و صالح مؤمنان به او پاداش خواهیم داد. این هم روایتی است که ارتباط تنگاتنگ بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنین علی السلام رو میرسونه که ما در ادامه از بیان خود امیر مؤمنین علی السلام و نقشی که آن حضرت در بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن برای عزیزان بیننده ان شاء الله مطالب جدید رو عرض خواهیم کرد. توضیح کاملتون بسیار ممنونم جناب رحیمیان. از سخنانتون اینجور برمیاد که در واقع تنها کسی که با دل و جون بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو پذیرفته و درک کرده خود حضرت امیر مؤمنان علیه السلام هستش. دیدگاه و نگاه خود امیر مؤمنان نسبت به بعثت و رسالت پیامبر چیه؟ بله، این سوالی که فرمودید و قول دادیم برای بینندگان نظم عرض کنیم که از خود نهج البلاغه که با کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا بشیم. باید. یعنی بعثت رو از زبان امیر مؤمنان علی علیه السلام، گو این که هم ما در خدمت شما و هم در خدمت بینندگان عزیز بعد منزل نبود، در سفر روحانی یک سفر معنوی به خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باشیم. انشاء. همین سوال رو از خود حضرت بپرسیم انشاء. که ببینیم حضرت چه جواب میدن. بسیار جالب هست که حضرتش در یکی از خطبه های نهج البلاغه یعنی خطبه 192 نهج البلاغه میفرماید ولقد کان یجاور فی کل سنه بهرا فاراه ولا یراه غیری. رسول خدا صلی الله علیه و آله هر سال
در حرا در اون غار معروفی که در مکه مکرمه هست، اونجا در مجاورت اونجا سکونت میگزیدن. فعراه و فقط من اون حضرت رو میدیدم، فلا عراه و غیری، فلا یراه و غیری، غیر از من کسی دیگر نمیدید. که این انحصار رو میخواییم عرض کنیم که غیر از امیر مؤمنان علی علیه السلام در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی نبود، چون هم نفس نفیس رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، هم امیر مؤمنان علی علیه السلام با اینکه در دوران نوجوانی عمر خودشون رو سپری میکردن، در واقع جانشین و وزیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، که در همون روز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله به این مطلب اشاره میکنه که برای خود بنده تازگی داشت و جذابیت خاصی که انشاءالله برای بینندگان نزدیم خواهد داشت. بعد میفرماید ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در اون روز زیر این آسمان کبود در عالم اسلام هیچ خانه ای اسلام رو نپذیرفته بود جز خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه علیها السلام که صدف کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و انا ثالثهما، سومین شخصیت این جمع امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من بودم. که در تمامی سخنان شما انحصاری بودن امیرالمومنین میرسه. بله بله، لذا ایشون شاهد بودن و ناظر بودن و به چگونگی بعثت و برانگیخته شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو حتما و لزوما باید هر کسی که بخواد بهترین پاسخ اینجا داشته باشه باید از امیرالمومنین علیه السلام بپرسه. بعد میفرماید ارا نور الوحی و رساله. این دیگه جالب تر از اون اولی که است که اونجا به عنوان سومین شخص عالم اسلام حضرت مطرح میفرماین خودشونو، اینجا میفرماین ارا نور الوحی و رساله. من نور و روشنایی وحی الهی و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو با این دو تا چشمام میدیدم. و اشم ریح النبوه، و این بوی و عطر خوش پیامبری و نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو با تمام وجودم استشمام میکردم، این عطر دلانگیزشو. بعد میفرماید میدانیم که جایگاه وحی در جایی است که رحمانیت مطلق و حقیقت مطلقه، یعنی یه شاه کلیدی در اختیار ما اسلام این دین آسمانی خداوند متعال قرار داده که در تمام دوران ها انسان ها میتونن با این شاه کلید راه را از چاه و صراط مستقیم را از راه های متفرقه و راه هایی که گمراهی هستن در اختیار انسان قرار بده، یعنی اونجایی که حقیقت مطلق شد بله مقابل این باید باطل باشه، اونجا که پیامبر شد و اونجا که رحمان شد مقابل این باید شیطان باشه. لذا امیرالمومنین اسلام فرماید ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه. وقتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله خداوند متعال وحی نازل کرد، من ناله و فریاد شیطان را شنیدم. اونجا نور الهی رو میبینن و وحی الهی رو میبینن و اون عطر دلانگیز نبوت را با تمام وجود استشمام میکنن. اینجا از طرف مقابل باطل اون تلاشی که برای از بین بردن حق میکنه، اینجا حضرت میبینن که ناله و فریاد شیطان را میشنون، که اینجا حضرت میفرماید فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه. عرض کردم ای پیامبر خدا، ای فرستاده خدا، این ناله و فریاد چیست؟ فرمودن فقال هذا الشیطان، این ناله و فریاد شیطانه، این دشمن رو در روی خداوند متعال، که قرآن در جای جای آیات خودش به این موجودی که مصمم هست انسانها رو از راه حقیقت دور کنه یاد میکنه. قد ایس من عبادته. اینجا هست وقتی که وحی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، جایگاه بعثت روشن میشه. یعنی تا پیامبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث نشده بودن، بله، جولانی که شیطان در این دنیا داشت به جولان خودش ادامه میداد. اما به محض اینکه وحی نازل میشه،
او ناله و فریاد میزنه. چرا؟ حضرت میفرماید قد ایس من عبادته، دیگه از امروز یعنی از روز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله شیطان از پرستش انسان ها نسبت به خودش مایوس و نومید میشه. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن این قابل توجه همه مسلمانان و همه عزیزانی که میخوان یک بار دیگر درباره بعثت تجدید نظر داشته باشن، با یه نگاه دیگر و از زاویه دیگر و تعبیر دیگر از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام نگاه کنن، دیگه سوالات بعدیشون همه حل میشه. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا میفرماید اون چه که من میشنوم شما هم میشنوی، و ترا ما ارا، و اون چی که من پیامبر خدا میبینم که به ظاهر همه میپذیرن و تو امیر مؤمنان علیه السلام هم میبینی، الا انک لست به نبیین. یه تفاوت بین من و تو هست که تو دیگه پیامبر نیستی، چون پیامبر خدا خاتم و پایان بخش سفیران الهیست، ولکنک لوزیرون و انک لعلاخر، اما تو هم وزیر من هستی، جانشین من هستی، هم به خیر و سعادت ادامه میدی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یک بار دیگه سال روز بعثت پیامبر عزیز اسلام رو به شما عزیزان تبریک میگیم. با ادامه برنامه با ما باشید. عربستان یا جزیره العرب شبه جزیره است بزرگ در جنوب غربی آسیا. در روزگار بعثت تنها یک ششم مردم عربستان شهرنشین بودند و دیگران چادرنشین و بیابانگرد. آدمکشی در میان آنان امری عادی و فراوان بود. هر قبیله واحد مستقلی بود و قبیله های دیگر را بیگانه می شمردند. دین این قبایل بت پرستی و بت هایی به شکل انسان، حیوان و درخت می ساختند و می پرستیدند. افراد قبایل می توانستند زنان بسیار اختیار کنند و دختران را که عامل ننگ و خجالت می دانستند را زنده به گور می کردند. در این میان خانه کعبه مهمترین وسیله امرار و معاش گروهی از قبیله قریش بود. این خانه مورد احترام همه قبایل بود، هم به علت سابقه آن و همین که در آن 300 یا 360 بت جای داشت و هر بتی از آن قبیله‌ای و گروهی. این است وضع فرهنگ، اخلاق و زندگی قومی که در زادگاه بعثت می‌زیستند. فلسفه بعثت و مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاید سوال خیلی از شما بینندگان عزیز باشه. جناب آقای رحیمیان، بینندگان ما شاید یک سوالی توی ذهنشون تو طول این 20 دقیقه از برنامه‌ای که گذشته پیش اومده باشه که واقعا فلسفه بعثت و مبعوث شدن پیامبر در اون زمان برای چی بوده؟ مردم سبک زندگیشون، روند زندگیشون، وضع زندگیشون به چه صورتی بوده که باید این اتفاق که همان بعثت باشه در اون زمان رخ بده؟ بله، این سوال بازم از امیر مؤمنان علی علیه السلام ما میپرسیم، مراجعه میکنیم به کتاب ارزشمند نهج البلاغه اون حضرت. حضرت اولین پارامتر رو که اینجا بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند در یک دوره فترت، یعنی دوره‌ای که نبود پیامبر الهی بود، یعنی مردم در جایگاه قرار داشتن که حدود 6 قرن هم این به طول انجامید بعد از عیسی پیامبر علیه السلام تا زمان بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هیچ پیامبری مبعوث نشده، با اینکه خداوند متعال در دوران‌های پیشین پیامبرانی را با فاصله‌های کم می‌فرستادند برای هدایت و ارشاد مردم. چون می‌دانیم که واقعاً انسان نیاز کامل داره به وجود حجت الهی. بله. پیامبر و حجت الهی و امام معصوم در واقع یک واسطه فیض هست بین آفریدگار و آفریده شده، و این خالق و مخلوق، و این نیاز کاملا در وجود همه انسان ها محسوس است. اولین هدفی رو که امیر مؤمنان علی علیه السلام در شکل دادن و ترسیم دورانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان آخرین سفیر الهی مبعوث شدن مطرح می فرماین، دوره ای بود که
فترتون من الرسول. خداوند متعال در این دوره فترت عرض کردیم، دوران انقطاع وحی الهی از زمان حضرت عیسی تا زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حدود 6 قرن این به طول انجام میده. میفرماید ارسله علی حین فترت من الرسل، پیامبر خدا رو خداوند متعال در یک هنگامی فرستاد و مبعوث فرمود که مردم با انقطاع وحی الهی مبتلا بودند. یعنی در دوره زندگی میکردند که هیچ گونه به وسیله یک پیام آور الهی با آفریدگار خودشون ارتباط نداشتند. یعنی واسطه فیض بین اینها نبود. بعد میفرماید و تنازع من الالسن، و از این جهت مردم در امور دینی یعنی معنوی خودشون، چون میدانیم که انسان ها طبعا و به ذات خداوند متعال هم معنویت رو در وجودش قرار داده هم بعد مادیت رو، یعنی انسان هم میتونه اندیشه درباره جهان دیگر داشته باشه و هم در جهانی که در اون زندگی میکنه. این جزء فطرت انسان هست و همه انسان هم از این مسئله مستثنا نیستن. از این رو در پی این هست که در راه گام برداره، اما در راه های گام بر میداشتن که اینا گمراهی بود. نتیجه جز گمراهی براشون نداشت، یعنی غیر راه خدا را اینها میپیمودن، چون پیامبری در بینشون نبود و واسطه فیضی در اختیار اونها نبود. اینجا بود که میفرماید فقفا به الرسل و ختم به الوحی. خداوند متعال اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در پی پیامبران پیشین فرستاد و با فرستادن رسول خدا صلی الله علیه و آله مهر خاتمیت و پایان بخشی بر این سفارت الهی زد. یعنی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیگر هیچ پیامبری نخواهد آمد. لذا امتیازی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن و دارن امتیازی است که همه انبیای پیشین اونها رو نداشتن. یعنی تنها شخصیتی که به عنوان کاملترین آیین و برای جهان بشری ارائه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. جناب رحیمیان، ما به عنوان در واقع نماینده های مردم اینجا نشستیم و شاید سوالاتی بینندگان داشته باشن که نتونن از شما بپرسن، چون ارتباط تلفنی ما نداشتیم در این برنامه. شاید سعی میکنیم در برنامه های بعدی داشته باشیم. در اون زمان اگر ما یک مقدار بخوایم جزئی تر بپردازیم، بله، که در واقع جاهلیت عرب ها رو نشون میداده، بله، یکی از خصوصیت های بد اون موقع این بوده که در واقع زنده به گور کردن دختران عرب وجود داشته. یعنی در واقع دختران را ننگ میدونستن. و دومی مطلب، آدمکشی در بینشون بسیار رایج بوده. بله. میشه گفت این دو خصوص یکی از دلایل مهم بعثت پیامبر و مبعوث شدن به عنوان پیامبر بوده؟ یعنی میشه در این رابطه بیشتر صحبت بکنید؟ یه مقدار جزئی تر بریم جلو، یه مقدار از کلی درش بیاریم. خواهش میکنم. اینا رو به عنوان علت کلی نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه باز هم با کلام امیرالمومنین علیه السلام در خدمت عزیزان بیننده هستیم. بله. امیرالمومنین علیه السلام به اینها هم اشاره میکنه. درست. حتی به جزئی ترین مسائلی که از جهت اجتماعی در اون دوران انسان‌ها زندگی می‌کردن، اما همه اینها به خاطر نبود معنویت بود. بله. و نبود اون پیام‌آور الهی که راه رو بر اونها نشون بده. بله. لذا حضرت در جمله دیگر می‌فرماید و حفوتن عن العمل. این انسان‌هایی که در اون دوره در جزیره العرب عموماً زندگی می‌کردن، البته جاهای دیگه و مناطقی از کره زمین برای خودشون تمدن داشتن. بله. حتی مناطقی بودن که از حضرت عیسی علیه السلام پیروی میکردن. درسته. و مناطق بودن که از حضرت موسی علیه السلام به آیین اون پیامبر گرامی الهی پیروی میکردن. بله. اما همه اینها ناقص بود.
و اون شاخص اصلی و اعجازی که خداوند متعال قرار میده همون جزیره العرب بود که اگر ما نمره بدیم و کدگذاری کنیم از جهت تمدن کل جهان هستی رو در اون عرصه، جزیره العرب با اینکه خاصگاه پیام‌آوران الهی بود و کعبه و جایگاه توحید در اینجا قرار داشت، اما از جهت دین و دنیا اینها کاملا غیر استاندارد و زیر صفر بودن و اونها برای خودشون یه درجاتی داشتن نسبتاً باید. اما این منطقه منطقه‌ای بود که از هر جهت، چه در جهت امور دینی و چه در جهت امور دنیایی که انشاءالله به جزئیات اشاره خواهیم کرد، اینها در زیر صفر زندگی می‌کردند. به همین جهت حضرت می‌فرماید اصلا مردم از نیکوکاری و عمل خیر و عمل نیک فاصله تام داشتن، چون از یه دین خاص اینها پیروی نمی کردن. و غباوت من الامم، می فرماید همه امت ها انجام فرماید، در یک جهل و نادانی گسترده گرفتار بودن، یعنی یه جهل و نادانی فراگیر همه امت ها رو فرا گرفته بود. این دو شاخصه. شاخصه بعدی که اگر بخوام برسیم، طبق بیان امیر مومنین علیه السلام، نابودی دین و فراموشی اونه. یعنی اگر آیین‌هایی هم در اون عرصه بود، چون آیین حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام و دین حنیف تا حدودی در بین عده‌ای از انسان‌های خداباور این باقی مونده بود، اینها رو ما کاری نداریم. اون چی که کلام امیرالمومنین علیه السلام میخواد بری، یعنی شیوع و فراگیری اینها بود، نه که انسانهای وارسته و شایسته در اون دوره نبودن اصلا. اما اکثریت غریب به اتفاق از آن کسانی بود که اینها در شرک و ظلم و ستم و گمراهی تمام زندگی میکردن. لذا میفرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و انتم معشر العرب علی شر دین. امیرالمومنین علیه السلام اینجا خطاب رو برمیگردونم که عرض کردم به اون جزیره العرب، چون مناطق دیگه تا حدودی برای خودشون تمدن داشتن و از آیین ها اینا پیروی میکردن و برخی اهل کتاب بودن و از شریعت های پیشین اینها تبعیت میکردن، اما اینها در خاصگاه توحید و در جایگاه ابراهیم علی نبینا و علیه السلام در یک حالتی زندگی میکردن. میفرماید شما ای مردم عرب در بدترین دین زندگی میکردید و بدترین دین زندگی خودتون رو ادامه میدادید. این یک. بعد اینجا هست میفرماید ارسله و اعلام الهدا دارسه. خب انسان باید هدایت بشه، یه پرچم هدایت باید برای انسان باشه که تا در صراط مستقیم گام برداره. بله. اما میفرماید نشانه های هدایت اینها همه از یاد رفته بود و مناهج الدین طامسه و راه های دین همه ویران شده بود. یعنی پارامتر بعدی که از امیرالمومنین علی علیه السلام و شاخص بعدی رو میگیریم در اون دوره، یعنی ترسیم دوران قبل از بعثت، میفرماید به فراموشی و نابودی رفتن کل دین هست. بله. اون دین هایی که قبلا بود. جناب نعیمیان، ما از شما تشکر می کنیم. خواهش می کنم. رشته کلام شما رو قطع نکنیم. بحث رو در مردم قبل از بعثت همینجا نگه می داریم. انشاءالله در برنامه بعدی ادامه بحث رو با موضوعات جدید در رابطه با بعثت پیگیری می کنیم. آنگاه که دیدم روی مبعوث تو را، با خودم گفتم تو کجا و نور کجا. هرچی گشتم من به دنبال کسی، کس ندیدم از تو زیباتر نبی. خدا نگهدار. Oh.
رسول رحمت و خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست.